سلام، من سامان هستم و شما مستند در جستجوی ایران رو تماشا میکنید. درود، مدتی رو در خدمتتون هستیم با برنامه در جستجوی ایران. هدفمون در این برنامه به تصویر کشیدن مناطق کمتر شناخته شده، آشنایی با نحوه زندگی مردم هر منطقه، زیبایی‌های طبیعت ایران و یادگیری چگونگی دوستی با طبیعت. ما در جستجوی ایران به دنبال ایرانی هستیم که طبیعتش با زباله بیگانه باشه و امیدواریم که مرز بین دو واژه گردشگر و تخریبگر رو در سفرهامون نشون بدیم. در سرزمین ما مناطق زیبای زیادی وجود داره که شاید خیلی از اونها کاملا شناخته شده باشن و گردشگرهای زیادی چه از نقاط مختلف کشورمون و چه از کشورهای دیگه با نام اونها آشنا هستن، به عنوان مثال روستای زیبای ماسوله و یا ابیانه. ولی ما قصد داریم به مناطقی سفر کنیم که شاید افراد کمتری حتی اسم اونها رو شنیده باشن و یا بهشون سفر کرده باشن، ولی شاید این مناطق در نوع خودشون بی‌نظیر باشن حتی در دنیا. روستای داماش یکی از این مناطقه، روستای ییلاقی در ارتفاعات رودبار. مناظر بکر دیدنی این روستا هر ساله به خصوص در فصل بهار بسیاری از گردشگران رو به این نقطه جذب میکنه. و نکته جالب اینه که تعداد گردشگران خارجی از تعداد گردشگران ایرانی بیشتره و علت اون وجود گل سوسن چلچراغه. گل سوسن چلچراغ تنها در دو نقطه از کره زمین رشد میکنه، اینجا در داماش و نقطه دیگری در جمهوری آذربایجان. بسیاری بر این باورن که علت نامگذاری این گل به خاطر ظاهر منحصر به فرد اونه که شبیه به چلچراغ بوده، ولی عده‌ای از اهالی معتقدند این گل زیبا در شب‌ها از خودش نور ساطع می‌کنه. و البته به تازگی وجود ترکیبات فلورسنت در پرچم‌های این گل ثابت شده که شاید علت درخشندگی این گل زیبا در شب هنگام باشه. در ادامه همراه می‌شیم با صحبت‌های جناب آقای رهبری از اساتید گردشگری و راهنمایان گردشگری در رابطه با داماش و گل سوسن چلچراغ. با سلام خدمت همه ورزشکارا، ورزش دوستا، طبیعت دوستا و طبیعت گردا. اینجا که الان خدمتتون هستیم داماشه و اوایل خرداد ماهه، حدود 10 خرداد. سال 1354 یه دانشمند فرانسوی به نام لدبوری یا لدربوری میاد ایران، گلهایی رو که دارای عطر و اسانس هست شناسایی کنه و بفرسته کشورش که ارزش افزودش براشون یه چیزی کمتر از نفت ما نیست. توی این منطقه از خانواده لیلیوم ها یا سوسن ها گلی رو شناسایی میکنه که تا اون روز هیچ جای دنیا شناخته شده نبوده، میفرسته موزه گیاهشناسی فرانسه به نام خودش به ثبت میرسونه. الان اسم علمی این گل لیلیوم لدبوری یا لدربوریه. چون از خانواده سوسن هاست و واژگونه، پیازش سال اول یه گل میده، سال دوم دو تا و بعد به 5-6 تا که میرسه، چون واژگونه از زیر تماشاش میکنی شبیه لوس میمونه، به همین دلیل هم بهش میگن سوسن چلچراغ. عطر و اسانسش مثل لیمو میمونه، گل برگای سفید داره، وسطش رگاهای مشکی و دون پرچم قرمز. در اون سال دولت میاد اون منطقه ای رو که تحت حفاظت، اون منطقه ای رو که محل رویش گلها بوده تحت حفاظت قرار میده، حدود 2 هکتارش رو، و از اون روز تا الان اون منطقه ای که گلها رویش میکنه تحت حفاظته. اگر توی اون منطقه کسی گل بچینه به هر حال ممکنه که دادگاهی بشه. گونه این گل لیلیوم رو
وقتی یه روستا پایین تر میبرن یا یه روستا بالاتر، هیچ جا رشد نمی کنه پیازش. غیر از کشور ما، روی کره زمین فقط لنکران آذربایجان شوروی سابق اونجا دیده شده. من اینجا شاهد بودم که گیاهشناس ژاپنی فقط اومده بود کشورمون و اومده بود داماش توی خرداد ما این گل رو ببینه. به ما الان توی خود داماش هستیم، اومده بودیم برای عکس برداری و فیلم برداری از گل سوسن چلچراغ. رفتیم اون محوطه حفاظت شده ای که هستش، توی رفتیم محیطبانیش و با آقای رهبر که محیطبان اینجا صحبت کردیم. خلاصه متاسفانه یا خوشبختانه ما رو راه ندادن، کسی رو اصلا نمیذارن بره توی باغ فعلا، به خاطر اینکه امسال برفی که فروردین ماه اینجا اومده باعث شده که خیلی از گلا در واقع حتی قنچه هم ندادن. کلن اینجوری که آقای رهبر میگفت 1400 تا بوته گل اینجا هست، نه 1400 تا گل، کلن امسال 20 تاش قنچه داده و شدیدن دارن حفاظت میکنن ازش برای یه روز یک شنبه که جشنواره گل سوسن چلچراغه، که این 7-8 تا 20 تا گلی که در اومده واسه جشنواره حداقل اونجا باشه که بتونن جشنوارهش رو برگزار کنن. ولی صحبت کردیم با آقای رهبر، گفتش داخل ده خونه یکی از اهالی هم این گل در میاد، گفتش که اونجا هست گل هم داده. حالا داریم میریم اونجا اگه پیداش کنیم منزل این آقای برزو رو، ببینیم ایزه امید از گلای حیاتش فیلم و عکس تهیه کنیم یا نه. خلاصه اینجوریه، بعضی وقتا هم اینجوری میشه دیگه، با کلی برنامه و برنامه ریزی خوابشی این همه را میای و این اتفاق هم ممکنه بیافته. امیدواریم که همیشه اینجوری حفظش کنم. حالا فقط این محبته میگونه سوسنی چلچراغ در میاد نباشه، باقیه جاها باقیه طبیعت هم اینجوری حفظ راست بشه. حیوانایی که واقعا نیاز به توجه دارن دستشون درد نکنه. ولی خیلی این محیطبان رو واقعا زحمت میکشن. حالا من به خدا گفتش ما شبانه روزی اینجایی، خودش بود و پسرش، سخت کار سختیه، دستشون درد نکنه. خسته نباشید میگیم به همه محیطبانای کشور. ما موفق شدیم این خونه آقای برزور که محیطبانی اینجا ما آدرس ها پیدا کنیم، اومدیم صحبت کردیم، اجازه گرفتیم و اومدیم تا حیاتشون برای گل سوسن چلچراغ. فعلا تو کل داماش همین دوتا گل در اومده، بوی خیلی خوبی داره، خیلی خوشگل. ما تو کشورمون 20 نقطه داریم که از نظر طبیعی، حداقل 20 نقطه که از نظر طبیعی ملی اعلام شده. یکی از اون مناطق همین داماشه به دلیل همین گل سوسنش. جاهای دیگه مثل قله دماوند یا سبلان یا غار سهولان یا غار قوری قلعه یا چاه گلفشان جایی نیستش که بشه زندگی دائم داشت، ولی این دهکده یک کلونی کامل گردشگریه برای همه طبیعت دوستا. همین جایی که الان من ایستادم توی پاییز، ما توی فصل پاییز تقریبا اینجا گل زعفرونه. همین الان اون پشت رو که مشاهده میکنین محل رویش گل گابزبونه.
یا مثلا اون کویی که الان به نام گنگا مقابل من هست، ریشه های گیاه شقاقل داره که باهاش مربا درست میکنه. از نظر پرنده شناسی برای اونهایی که برد واچینگ میرن، این منطقه پرنده های مختلفی داره. یکیش نایتینگل یا بلبل شبه که خیلی کم تو نقاط کشورمون دیده میشه، ولی اینجا تو فصل بهار از شب تا صبح این پرنده میخونه. عرضم به خدمتتون که روبروی من قله دورفک، یه قله آتشفشانی نیمه خاموشه که روش یه چاه یخ داره که دامدارای اونجا تا اواخر مرداد ماه آب مورد نیازشون رو از این چاه یخ تامین میکنن. یه غار کبوتر داره اونجا. یه روستا داریم اینجا نزدیکمون به نام نوده فاراب. انارش بی نهایت انار خوبیه. نمیخوام مقایسه کنم با انار شهرهای دیگه، ولی چون اینجا منطقش رطوبت داره، این انار موندگاریش بیشتره و در ضمن هم انار ملس منطقه رو دارن، هم شیرین هم ترش. معمولا توی ماه مهر ماه اونجا جشن انار هست. یکی از روستاهای دیگه که خیلی اینجا جالبه و به جرئت میتونم بگم شاید ماسوله سوم یا چهارم کشورمون باشه، به خاطر اینکه خونه هاش پلکانیه، گلیه و تنوع باغ میوه هاش تو باغداری بسیار زیاده و فصل پاییز هم اونجا هم جشن انار داریم. عرضم به خدمتتون که یه روستا داریم حدود 15 کیلومتری اینجا به نام برسر، یه دریاچه یا استخر داره به نام ویستان که اتراق کردن و اون کنار اون دریاچه خالی از لطف نیست برای یه چند ساعتی. یه دریاچه دیگه داریم اون قسمت به نام خلشکو، دریاچه کوهستانیه، مثل تار و مومنج دریاچه، اونم خیلی قشنگیه. برای اونهایی که دوست دارن تو منطقه کوهستانی شبی رو بگذرونن اونجا هم جالبه. در رابطه با گونه های جانوری باید خدمتتون بگم که اینجا گرگ، شغال، روباه، خرگوش، کپکم جزء پرنده ها حالا اگه بخوایم حساب بکنیم تو این منطقه زیاده، قرقاول با یه فاصله تقریبا 20 کیلومتری کلوبوز و اینا هم هست تو منطقه. عمده درآمد فعالیت مردم اینجا اکثرا دام و دامداریه، شاید هم مثلا وجه تسمیه اسمش به خاطر دامهاش باشه که میگن داماش. از داماش به سمت دریاچه خلشکو در حرکت هستیم. مسیر خاکی با شیبای نسبتاً تند و همونجوری که می‌بینید زمین‌های زراعی و علفزارهای دوروبرش که البته منظره بسیار زیبایی رو به وجود آوردن. حالا بعد از رسیدن به دریاچه توضیحات کامل‌تری رو در مورد دریاچه و اون نقطه به شما خواهیم داد.
با ما باشید در جستجوی ایران. دریاچه‌ای که پشت سر من می‌بینید دریاچه خلوشکو است. حداکثر عمقی که تا حالا برای این دریاچه برآورد شده 42 متر بوده. منبع ورودی آب این دریاچه از 8 تا چشمه هست که در کفش موجوده. متاسفانه در چند سال اخیر همونجوری که خودتون می‌بینید به دلیل کمبود بارش‌ها آب دریاچه کاهش پیدا کرده و اگر قشنگ دقت کنید می‌بینید که چندین متر آب دریاچه پایین رفته. امیدوارم که این وضعیت درست بشه. دریاچه خلوشکو در فصل زمستون به صورت کامل منجمد میشه. قطر یخ تا حالا به اندازه 40 تا 50 سانتی متر برآورد شده. مسیرهای ورودی به دریاچه کاملا در زمستون با بهمن و کولاک بسته میشه. بهترین زمان برای بازدید از این دریاچه ماهای اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد است. البته تیر و خرداد باز هم گرم خواهد بود اینجا. امیدوارم که یه روز شما هم به اینجا بیاین، از اینجا بازدید کنید. واقعا مناظر زیبایی داره. توی این دریاچه قبلا ماهیگیری هم بوده و حتی پرورش ماهی به صورت محلی هم انجام می‌شده، ولی الان متاسفانه این کار انجام نمیشه به خاطر اینکه آب پایین رفته و دیگه نسبت به قبل مغروم به صرفه نیست. در مسیر داماش به بره‌سر هستیم برای رفتن به دریاچه بیستان. مسیر جنگلی خاکی خیلی قشنگ با مناظر بسیار زیبا، آب و هوای بسیار دلپذیر و سریعا متغیر. شاید در کمتر از چند دقیقه آفتاب تبدیل به بارون وحشتناک میشه اینجا. حالا ما تو ارتفاع پایین‌تر بودیم، هوا خیلی آفتاب بود. هرچی داریم بیریم به سمت بالا به بیشتر نزدیک میشیم و هوای بسیار خنک‌تری داریم. مسیر رو مشاهده میکنید چجوریه. امیدوارم که بیاین و ازش لذت ببرید. واقعا حیف این مناظر توی کشورمون هست، قدرشو نمیدونیم، ازش استفاده نمیکنیم، یا خیلی موقعا کسایی میان بد استفاده میکنن. خیلی جاها میرید که شاید واقعا به سختی میشه رفت، ولی باز میرید اونجا و میبینید که زباله ریخته شده. نمیدونم چقدر سخت بردن یک کیسه زباله آدم با خودش ببره وقتی میره تو طبیعت. این آشغالایی که داره رو برگردونه با خودش تو نزدیکترین شهر، نزدیکترین روستایی که سطح زباله شهرداری هست خالی کنندش. واقعا نمیدونم چرا خیلی این کار رو نمی کنم. فکر میکنم مثلا رفتن توی جنگل، توی طبیعت رفتن، اونجا ماشین شهرداری میاد آشغال جمع کنه یا کسی دیگه میاد آشغالای اینا رو جمع کنه. با اینکه الان خیلی طبیعت گردا این کار رو میکنن، جایی که میرن همراه خودشون کیسه زباله اضافه میبرن، موقع برگشتن آشغالای خودشونه که جمع میکنن، چی آشغالای اضافه هم که عقب بوده رو کسای دیگه زحمت کشیدن و ریختن اونجا جمع میکنن و برمیدارن میارن. واقعا کار قشنگیه. امیدوارم این فرهنگ توش جا بیفته که همه اینجوری باشن. یعنی وقتی میری یه جای طبیعت لذت ببری، به جایی که کیسه زباله و قوطی آب و دستمال کاغذی و این جور چیزا ببینی. امیدوارم یه روز شاهد این موضوع باشیم تو این کشور که همه نگهبان محیط زیستشون باشن، همه نگهبان طبیعت کشورشون باشن. طبیعت فقط مال ما نیست، مال بچه های ما هست. وظیفه ما جوری حفظش کنیم که بچه هامون هم بتونن از این طبیعت لذت ببرن در آینده. با ما باشید در جستجوی ایران. دریاچه بیستان یا دریاچه بیستان، دریاچه‌ای که پشت سر من ملاحظه می‌کنید. بعد از یک مسیر خاکی جنگلی 12 کیلومتری از داماش به این دریاچه می‌رسید که تقریبا 1480 متر در سر دریا ارتفاع داره و مساحتی حدود 4 هکتار. این دریاچه به اثر یک زلزله در گذشته شکل گرفته و آب اون از طریق چشمه‌های زیرزمینی و رودخانه‌هایی که از کوهستان‌های پشت سرش جاری میشه تأمین میشه. اطراف این دریاچه
درختان راش و بلوط تا بالای کوه ها پوشیده شده. با هم دیگه تصاویری از این دریاچه زیبا رو دیدیم. و اینجا نقطه پایان سفر ما به داماش بود و پایان اولین سفر ما همراه شما. امیدواریم تونسته باشیم گوشه کوچیکی از طبیعت نسبتاً بکر این منطقه از کشورمون رو به تصویر بکشیم و شما از دیدنش لذت برده باشید و در قسمت‌های آینده نیز همچنان بیننده و همراه ما باشید. تیم دو نفره ما در تلاش خواهد بود که نام در جستجوی ایران به زیبایی در خاطر شما بینندگان این مجموعه مستندهای کوتاه نقش ببنده. آرزومندیم اگر شما هم روزی گذرتون به طبیعت کشورمون افتاد، از زیبایی‌هاش لذت ببرید و در حفظ نگهداریش کوشا باشید. طبیعت میراث آیندگان ماست. تا سفرهای بعدی پاینده و پیروز باشید.